سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام. شما بیننده هایی که در بین این همه شبکه های ماهواره‌ای شبکه امام حسین علیه السلام رو برای تماشا انتخاب کردید، خوشحالم که در این قسمت هم از جوار حرم مقدس و مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستم. در سوژه امشب در خدمت شما هستم بیننده های محترم، راجع به 14 قرن مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخوایم صحبت کنیم. آیا مظلومیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فقط اون حمله وحشیانه اراذل و اوباش و منافقین و کفار به سرکردگی ابابکر و عمر به خانه وحی، خانه نبوت بود؟ آیا مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فقط ترور همسر ایشان دختر پیامبر خدا حضرت زهرا سلام الله علیها و به شهادت رساندن ایشان و فرزند شش ماهشون حضرت محسن ابن علی علیه السلام بود؟ آیا مظلومیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فقط سر در چاه بردن و درد دل کردن با چاه بود؟ 1400 سال از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌گذرد و همچنان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مظلوم است. امشب در خدمت شما هستیم بیننده‌های محترم و راجع به 14 قرن مظلومیت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و قتل عام شیعیان آن حضرت با شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. بله بیننده های محترم، صدا و تصویر بنده رو از استدیو بین الحرمین شبکه امام حسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا از جوار حرم مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دریافت میکنید. دعاگو و نایب و زیاره شما بیننده های محترم هستیم به این امید که
انشاءالله شما هم به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک سید الشهدا علیه السلام رو زیارت کنید. قبل از اون که وارد سوژه امشب بشیم و تماس های شما بیننده های محترم و پیام های صوتیتون رو دریافت کنیم، اجازه میخوام که چند دقیقه ای صحبتی داشته باشم، در حقیقت گلایه ای داشته باشم، درد دلی با شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام و گلایه ای از مسئولین امر. تصاویر رو پخش کنید کارگردان. بیننده های محترم، تصاویری که کارگردان محترم الان خدمت شما پخش میکنند رو ملاحظه بفرمایید. احتمالاً تا الان در شبکه‌های اجتماعی مختلف دیده باشید این تصاویر رو. همونطور که روی تصویر نوشته شده، این تصاویر مربوط به امروز دوشنبه 15 دی ماه 1399 هست. تاریخ نوشتیم روش برای اینکه کسی اشتباه نکنه. با دیدن این تصاویر نه اشتباه نکنید، این تصاویر مربوط به ایام عاشورا در ایران نیست، این تصاویر مربوط به ایام اربعین نیست، این تصاویر مربوط به عزای حضرت فاطمه زهرا در ایام فاطمیه نیست، چرا که در این ایام مسئولین از مردم و عزاداران خواستند که در خانه های خودشان بمانند. این تصاویر مربوط به تشییع آی مصباح هست که امروز دوشنبه 15 دی ماه 1399 در شهر قم انجام شد. راجع به جمعیت حرفی نمیزنم، تصاویر گویاست. خودتون بیننده های محترم میبینید جمعیتی که همین الان، خواهش میکنم ازتون بیننده های محترم، همین الان گوشی های خودتون رو بردارید سرچ کنید تشییع آقای مصباح امروز دوشنبه در قم. تمام سایت هایی که این تصاویری که الان مشاهده میکنید، تمام سایت هایی که این تصاویر رو منتشر کردند بدون استثناء نوشتند و تأکید کردند که مراسم تشییع امروز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و با رعایت تمامی پروتکل ها به خوبی انجام شد. خودتون نگاه کنید بیننده های محترم، معنا و مفهوم رعایت پروتکل در ایران رو مشاهده بفرمایید، معنا و مفهوم فاصله گذاری اجتماعی رو ملاحظه بفرمایید. حالا صحبت من این نیست که چرا این جمعیت امروز به تشییع رفتن. به هر حال در هر کشوری شخصیت های مختلف، حالا چه حکومتی چه نظامی چه دینی، شخصیت های مختلفی که از دنیا میرن، بالاخره هر کدام طرفدارانی دارند، دوستدارانی دارند و الان در مقام این نیستم که بخوام خدمت شما عرض کنم که چرا این جمعیت به تشییع رفتن، نه، و همچنین نمیخوام راجع به این صحبت کنم که در چنین شرایط کرونایی این کار صحیح بود یا صحیح نبود، نه، این مسئله هم نمیخوام واردش بشم. قضاوت این امور با شما بیننده های محترم و فرهیخته برنامه هشتگ سوژه. من فقط گلایه ای دارم و در حقیقت سوالی دارم که این رفتار دوگانه در طول یک سال گذشته در شرایط کرونایی علتش چی هست؟ یکی یه پاسخ منطقی به ما بده. سوال میکنم، صرفاً یک سوالی مطرح میکنم. حدود 8-9 ماه قبل تشییع مثلا سردار اسداللهی بود و جمعیت هزاران نفری حاضر شدند با اون تشکیلات و با اون حالا اوضاعی که تصاویرش همچنان موجود هست در شبکه‌های اجتماعی، و مسئولین اعلام کردند که این تشییع خودجوش بوده.
8-9 ماه قبل رو عرض میکنم بیننده های محترم، در سیاه ترین شرایط کرونایی، برید تاریخ رو ببینید و در همون شرایط تعداد فوتی های کرونا و تعداد کسانی که مبتلا می شدن روزانه به کرونا در ایران و در شهرهای مختلف، برید ببینید تاریخش ثبت شده و مشخص هست. گفتن تشیع خودجوش بوده. چند ماه بعدش، شاید 2-3 ماه قبل، در مازندران تشیع مشابهی انجام شد با جمعیت انبوهی از مردم. چند نفر از نظامیان رو تشیع کردند، باز هم گفتند خودجوش بوده. تشیع امروز رو میبینیم در قم، این جمعیت که تصاویر واقعا گویاست، خیابانهای قم، حرم مطهر و مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، از مصلای قم تا حرم مملو و از جمعیت. فقط یک سوال دارم و اون هم این که چرا در طول یک سال گذشته در شرایط کرونایی کوتاه‌ترین دیوار دیوار مذهب بوده، کوتاه‌ترین دیوار دیوار هیئت بوده، کوتاه‌ترین دیوار دیوار حرم و زیارت بوده، کوتاه‌ترین دیوار عزاداری امام حسین و حضرت زهرا بوده؟ یک کسی یک پاسخ منطقی به ما بده، دلیل این رفتار دوگانه چیه؟ وابستگان به حکومت و وابستگان به نظام، تشییعشون این گونه برگزار شده، نه فقط امروز، در یک سال گذشته در بحرانی ترین و سیاه ترین شرایط کرونایی تشییع با اون مراسم های به خصوص و ویژه خودش برگزار شده و بعدش هم بهانه های مختلفی آورده شده. عرض کردم نمیخوام راجع به صحیح یا اشتباه بودنش صحبت کنم، که اگر اشتباه در چنین شرایطی، چنین تجمعهایی، خب مسئولین امر باید معذرت خواهی کنند و تصریح کنند به این که اشتباه کردیم. اگر اشتباه نیست و میتوان با رعایت پروتکل های بهداشتی و با رعایت مسائل و موازین بهداشتی چنین تجمع هایی داشت، چرا در ایام عاشورا به مردم گفتید در خانه بمانید؟ چرا در ایام اربعین به مردم گفتید در خانه عزاداری کنید؟ چرا مراسم عزای دهه فاطمیه مثل سالهای قبل برگزار نشد در ایران؟ فقط همین سوال رو داشتم و گلایه و درد دلی بود که عرض کردم، به خاطر اینکه انسان میبینه و جهانیان میبینند که یک سال گذشته در اولین اقدامی که ستاد مبارزه با کرونا، چه اسم جالبی، ستاد مبارزه با کرونا، در اولین اقدامی که این ستاد انجام داد و وزارت بهداشت و مسئولین امر دستور بسته شدن حرم‌ها در ایران رو دادند، در شرایطی که پاساژها مملو و از جمعیت بود، در شرایطی که متروها شلوغ بود، در شرایطی که بسیاری از اماکن عمومی شلوغ بود، در چنین شرایطی یک سال گذشته در اولین اقدام دستور بسته شدن حرم‌ها داده شد در ایران. پس از گذشت ماه‌های بسیار زیادی که حرم‌ها باز شد، اون هم در آخرین اقدام و آخرین مرحله که باز هم همه جا باز بود و مملو و از جمعیت بود، آخرین جا اعلام شد حرم‌ها باز شد و باز هم همچنان می‌بینیم که ذریح‌های مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها در حصر هستند و هنوز این ذریح‌ها رو آزاد نکردند. خب این رفتار دوگانه، این عملکرد دوگانه رو انسان می‌بینه و براش سوال پیش میاد که چرا واقعاً در ایران دیواری کوتاه‌تر از اهل بیت علیهم السلام نیست، دیواری کوتاه‌تر از حرم‌های مقدس اهل بیت، دیواری کوتاه‌تر از روزه ها و هیئت های عزاداری نیست؟ اگر گفتند
اون جمعیت خودجوش اومدن برای سردار اسداللهی یا جمعیت امروز دوستداران آقای مصباح بودن، خب میدانید میلیون ها نفر در ایران دوستدار امام رضا هستند، میلیون ها نفر محب حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، محب امام حسین هستند. چرا برخورد قضایی شد با افرادی که در مراسم عزاداری شرکت می کردند یا مراسم برپا کردند؟ چرا این رفتار دوگانه رو یک کسی باشه جواب منطقی بده؟ چرا با اون افراد، با هیئت، با زائر، با زیارت، با عزاداری برخورد قضایی میشه ولی وابستگان به نظام وقتی که تشییع میشن یا چنین مراسم هایی میگن که حرکت های خودجوش بوده و فاصله گذاری های اجتماعی به خوبی انجام شده و در تصاویر دیدید، دیگه نیازی به توضیح نیست. به هر حال امیدواریم که انشاءالله به زودی تصریح کنند مسئولین امر به اشتباهات و ناکامی های فراوانی که در یک سال گذشته داشتن. تصریح هایی شده ولی راجع به بستن حرم های اهل بیت علیهم السلام و اشتباه بودن این اقدام باید تصریح بشه، باید از ساحت مقدس حضرت صاحب العصر و الزمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف معذرت خواهی بشه، باید از ملت مظلوم و ستم دیده ایران معذرت خواهی بشه به خاطر این اقدام هایی که در این یک سال گذشته انجام شد و برخورد های قضایی بسیار زیادی که با هیئتی ها و محبین اهل بیت علیهم السلام انجام شد. سوژه امشب ما راجع به مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام هست که این مطالبی هم که عرض کردم بی ربط نبود نسبت به این موضوع، اگر کسی اهل دقت باشه بی ربط نیست به این موضوع. مظلومیت مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام، وقتی از مظلومیت امیرالمومنین صحبت میشه تصور نشه که فقط مظلومیت امیرالمومنین سر در چاه فرو بردن اون حضرت در نیمه های شب بوده، نه، در عبارت های فراوانی خود امیرالمومنین علی علیه السلام به مناسبت های مختلفی به مظلومیت خودشون اشاره کردند، تصریح کردند، ما زلت مظلوما فرمودند. مواردش گوناگون هست. یک مطلب دیگری رو هم عرض کنم خدمتتون. تا به امروز این مظلومیت ادامه داره و نه تنها در حق امیرالمومنین بلکه در حق شیعیان و پیروان و محبین اون حضرت این چنین هست. روزی نیست که در دنیا خبری از کشتار و قتل عام شیعیان و محبین امیرالمومنین علی علیه السلام نداشته باشیم، به ویژه در کشورهایی مثل افغانستان، در کشورهایی مثل پاکستان، در حالا بحرین، در عربستان، در کشورهای مختلف. روز گذشته هم متاسفانه خبری منتشر شد بسیار اسفناک از قتل عام عده از شیعیان حیدر کرار در بلوچستان پاکستان که جزو شیعیان هزاره بودند، شیعیان مظلوم هزاره در پاکستان. این عده کارگر بودند بیننده های محترم، نه مبلغ مذهبی بودند، نه کارگر بودند در معدن زغال سنگ. عده ای هجوم بردند به معدن و از میان صدها کارگر تعدادی که شیعه بودند و از قومیت هزاره بودند رو جدا می کنند و سر از بدنشون جدا کردند به جرم اینکه شیعه علی ابن ابی طالب هستند. خبرش آماده هست که بیننده های محترم ببینن؟ بریم این خبر رو با هم ببینیم بیننده های محترم. 11 نفر از شهروندان شیعه پاکستانی به طرز فجیعی به دست سنی‌های تندرو به شهادت رسیدند. به گزارش شیعه ویوز این 11 نفر کارگر یک معدن زغال سنگ در منطقه مشهی در نزدیکی بولان واقع در ایالت بلوچستان بودند
که به شکلی وحشیانه توسط سنی‌های تندرو به شهادت رسیدند. عناصر تروریستی پس از شناسایی معدنچیان و محل سکونت آنها در 10 کیلومتری منطقه بولان واقع در ایالت بلوچستان به آن محل حمله کرده و شیعیان را از بین کارگران معدن جدا کرده، دست و پای آنها را بستند و با چاقو سرشان را بریدند و از محل جنایت متواری شدند. تمامی افرادی که به شهادت رسیدند از قوم هزاره هستند. سنی‌های تندروی داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این فاجعه ددمنشانه را بر عهده گرفتند. در این بیانیه تصریح شده است که به اسارت گرفتن و سپس به قتل رساندن رافضیان هزاره به وسیله جنود خلافت داعش صورت گرفته است. در ادامه این بیانیه با تکرار اتهامات واهی به شیعیان آمده است، با هجوم به محل تجمع این افراد 11 مشرک اسیر شدند و سپس به روش ذبح به قتل رسیدند. مقامات پاکستانی گفتند که در حال پیگیری موضوع هستند. انا لله و انا الیه راجعون. ضمن محکوم کردن این اقدام وحشیانه طالبان که رسماً و در کمال وقاحت پذیرفتن مسئولیت این قتل عام رو، ضمن محکوم کردن این اقدام وحشیانه طالبان، ابراز همدردی می‌کنیم با خانواده‌های شهدای جانباختگان این واقعه و طلب شفای عاجل می‌کنیم برای مجروحان باقی مانده از این واقعه و طلب صبر می‌کنیم برای خانواده‌ها و بازماندگان از شهدا. امیدوارم که شیعیان حیدر کرار در پاکستان، به ویژه در بلوچستان پاکستان، مراتب همدردی شبکه امام حسین علیه السلام رو در این مصیبت پذیرا باشند. این اولین مرتبه نیست بیننده‌های محترم، آخرین مرتبه هم نخواهد بود. تا زمانی که سران نفاق و تفرق افکنی، یعنی بزرگان اهل تسنن، تصریح نکنند به این که شیعه کشی حرام است، تا زمانی که این تصریح اعلام نشود، این آخرین اقدام نخواهد بود. در هیچ کجای تاریخ نداریم که شیعیان حیدر کرار، علی ابن ابی طالب علیه السلام، دست به ترور زده باشند، ولی هزاران هزار مرتبه از زمان بنی امیه، از صدر اسلام تا الان، توسط اهل تسنن تندرو شیعیان ذبح شدند، قتل عام شدند. دلیلش چیه؟ طالبان از کجا به وجود اومده؟ غیر از اینکه اهل تسنن هستند، غیر از اینکه در کتب اهل تسنن تشویق میشه به شیعه کشی، غیر از اینکه فتواهای بسیاری از علما و بزرگان اهل تسنن صادر شده مبنی بر اینکه چند شیعه رو اگر بکشید به بهشت میروید، و تا زمانی که الازهر مصر و دیگر حوزه‌های علمیه اهل تسنن تصریح نکنند به اینکه شیعه کشی حرام است، این اقدام‌های تروریستی توسط تندروهای اهل تسنن ادامه پیدا خواهد کرد، نه فقط توسط طالبان در پاکستان و افغانستان، توسط داعش در عراق و سوریه، توسط بوکو حرام، توسط دیگه، حالا القاعده بود یه زمانی، اسمشون عوض میشه. منهج و دستوراتی که میگیرند از یک منبع است، از کتب اهل تسننه، از فتواهایی که صادر میشه از علما و بزرگان اهل تسنن، و تا به حال تصریح نکردن به این که شیعه کشی حرام است. تا زمانی که این تصریح نباشد، این کشتارها و این گروهک‌های تروریستی ادامه پیدا خواهد کرد. این گروهک‌های تروریستی راه ابوبکر رو دارن ادامه میدن، راه عمر ابن خطاب رو دارن ادامه میدن، راه عثمان رو دارن ادامه میدن، اقتدا میکنن به مادرشان عایشه. در شیعه کشی، در حقد و کینه به شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اینها زائیده
افکار عمر ابن الخطاب، زائده افکار معاویه، زائده افکار ابابکر، زائده افکار عایشه هست. سلام و درود بر اول مظلوم عالم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف تحییت و سنا و همچنین اولاد اطهرین و امجدینشان و یاران پاک و با وفایشان که بر همه آنها با درود. موضوع ظلمی که به این انوار پاک الهی در طول تاریخ شده است و اکنون هم متاسفانه دیده می شود و ادامه دارد، این ظلم و جور بشر دو بخش، یه بخشش برمیگرده به دشمنان خدا و رسول خدا که بر آنها تعجبی نیست از این ظلم، چون اهل آتش و اهل نفاق و فسق و فجور هستند و در نهایت هم به درک اسفل السافلین خودشون رو میرسن با اعمال شنیعی که انجام میدن. اما یه بخشی هستند که در لباس دوست وارد میشن و این ظلمشون بسیار سخت‌تر هستش، کسانی که در لباس دوست خودشون رو معرفی میکنن و بعد از این که به بزرگی میرسن و در بین مردم جایگاهی به دست میارن از هر نوع، بعد میان خلاف مذهب امام علی علیه السلام و رفتار و کردار ایشان عمل میکنن و برای دنیا بوده هرچی تلاش کردن. این نوع ظلم که کسانی که با آبروی امام علی علیه السلام به دست میارن متاع دنیوی و اهداف دنیویشون رو بعد ظلم رو شروع میکنن، این نوع ظلم به نظر من بدتر و بسیار سختتر است از نوع ظلم اول، چون که باعث میشه که این رنجید خاطری برای اولیاء الهی بیشتر به وجود بیاد و خود امام علی علیه السلام چنین فرموده است که ما از دوستانی که میان و عملی شبیه به دشمن انجام میدن بیشتر آزرده خاطر میشویم تا اون دشمنانی که ظاهر و باطنشون مشخصه و این عداوتشون مشخصه. تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون، خدا نگهدار. خب بنده هم تشکر میکنم از آقای فرهاد که نظرشون رو به صورت پیام صوتی ارسال کردند. ما ساکت نمی نشینیم. جهانیان بدانند شیعیان حیدر کرار روشنگری خواهند کرد و افشاگری خواهند کرد. مردم در سراسر کشورها باید بدانند ما پیرو حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم که به جرم افشاگری به شهادت رسید. حضرت فاطمه زهرا سلاح به کار نبرد، در میدان جنگ به شهادت نرسید. جرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها افشاگری بود از جنایات ابوبکر، از ظلمهای عمر و جنایتها و ظلمهای سران سقیفه و سران کفر و نفاق. ما پیرو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، اون امیر المؤمنینی که در تمام دوران حکومتش حتی یک انسان به جرم سیاسی اعدام یا زندانی نشد. از تظاهرات افراد مختلف بر علیه حکومت و منتقدین ممانعت نکرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ما پیرو چنین شخصیت بزرگواری هستیم. هر جا که امیرالمؤمنین دست به سلاح برده تاریخ شهادت می‌دهد که فقط و فقط برای دفاع بوده. در پاسخ به دشنام یا اعتراض یا سخنان توهین آمیز و ناخوشایند افراد امیرالمؤمنین علی علیه السلام دست به سلاح نمی برد، جواب این افراد رو با سلاح نمی داد. ما پیرو چنین شخصیتی هستیم و در مقابل 1400 سال شیعه کشی اهل تسنن و تندروهای اهل تسنن ما هیچگاه دست به سلاح نبردیم و نخواهیم برد. ما پیرو حضرت زهرا، ما پیرو امیرالمؤمنین هستیم. روشنگری میکنیم در این زمینه که جهانیان بدانند و متوجه شوند و آگاه باشند که بوکو حرام هیچ ارتباطی به اسلام ندارد، طالبان هیچ ارتباطی به اسلام پیامبر رحمت للعالمین ندارد،
القاعده و داعش و این گروهک های تروریستی هیچ ارتباطی به اسلام واقعی، اسلام پیامبر رحمت للعالمین ندارند. این گروهک های تروریستی زائیده افکار معاویه و بنی امیه و بنی عباس هستند. این گروهک های تروریستی زائیده افکار ابابکر، عمر ابن خطاب، عثمان و عایشه هستند. سلام میکنم به سرکار خانم معصومه از اتریش. علیکم السلام. صلی الله علیه و اهل بیت المبارک. خدا قوت. در بیان متشکرم. صفت حضرت علی علیه السلام، عقل ها، قلم ها و زبان ها عاجزند. همین بس که نزول 300 آیه قرآن در شأن علی مرتضی آمده است. خدا لعنت کند معاویه ابن ابی سفیان و همدستانش. بله، شادان قرن است که دشمنان و سیاه قلبان این شافت تاج می کنند بر حقانیت و مظلومیت مولای مرتضیان حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. وقتی تاریخ مطالعه می کنیم از آن هفتاد عمر می بینیم که هیچ چیز عوض نشده در دشمنان کشتن با حضرت علی و سیاهیان. بله، در زمانی که حضرت علی در قید حیات بودند و چه در زمان پس از شهادت آن حضرت، همیشه شیعیان علی علیه السلام به دست بدترین و ظالمترین ناکسان آن دوران و امروز به شهادت می‌رسیدن و می‌رسید. احسنتم، تا به امروز همینطور هست. دقیقا همینطوره و این چیزی بدیهی نیست. الان شاهد همه این دقیقه ها و نامردی ها و دشمنایی ها هستیم. امینه ها بسیاری هم هسته، مانند داعش، سنی، سعودی و اون دسته از کشورهای به ظاهر اسلامی با کمک گرفتن از عاملانشان همیشه هنوزه مانند هزار پانسی سنه پیش با بدترین شکل در مقابل تروریسم از شیعیان علی علیه السلام ایستادن و همچنان دشمنهای خودشون بیشرمانه اعلام میکنند. فقط یک نکته مهم رو فراموش کردند، این جاهلان و ناقص العقلان. بدانم ما شیعیان علی مرتضی شهادت افتخار ما. اگر شما هستید ما هم هستید و با گفتن هیهات من الذلت جلوی همه شما ایستادیم. به شما دعا دعایم دارم. درود بر شما، احسنتم. تشکر میکنم از سرکار خانم معصومه که از اتریش تماس گرفتن. مظلومیت حضرت علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که وقتی در زمان حیات آن حضرت معاویه به گونه ای تبلیغات کرد برای اهل شام و مردمی که تحت حکومت ظالمانه خودش بودن، به گونه ای تبلیغ کرد که مردم آن زمان تصور می کردن پیامبر اسلام غیر از بنی امیه و معاویه و اطرافیان معاویه دیگر هیچ بستگان و خیشاوندی ندارد. این مطلبی است که در تاریخ ثبت شده. بیننده های محترم، چه کرد معاویه با تبلیغاتش؟ مظلومیت یعنی این. مظلومیت یعنی وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام پخش شد در شهرها و کشورهای مختلف که قتل علی ابن ابی طالب فی محراب عبادته فی مسجد الکوفه، بسیاری از مردم به ویژه مردم شام گفتند علی ابن ابی طالب در مسجد کوفه کشته شده. علی ابن ابی طالب و چه به مسجد؟ مگه مسجد هم میرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم حاج آقای بهنام. امشب شما یک موضوعی رو مطرح کردید که حقیقتاً داغ دل ما رو تازه کردین. واقعاً نمیدونم رسانه‌ای به اندازه شبکه امام حسین نیست که به این موضوع پرداخته باشه و فریاد بزنه واقعاً مظلومیت اهل بیت رو. من نمیدونم چه اتفاقی آخر میخواد بیفته، نمیدونم چه کسانی دارن مدیریت میکنن. واقعاً دل من فقط به این خوشه که یک جایی هست که این چیزا در قالب رسانه در یک شبکه جهانی داره گفته میشه.
و واقعا به عنوان یک آدم نمیدونم باید چی کار بکنم برای این که این فریاد مظلومیت اهل بیت رو برسونم. خیلی حاج آقا به خدا دل من، دل خانواده، همه کسانی که واقعا محب هستن، کسانی که دغدغه‌مند هستن از این موضوع ناراحته. به قول شما تناقض‌هایی که داره دیده میشه، که واقعا الان میبینیم چقدر تو همین تهران که ما هستیم چقدر شلوغی ها هست. چند وقت پیش من حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام بودم، حاج آقا مترو قیامت، مترو شلوغ، بعد از اون سمت وقتی وارد حرم میشی اینقدر اصلا نمیذارن یک لحظه متمرکز باشی، نمیذارن بایستی، متمرکز به این معنی نمیذارن بایستی، دور ذریح باید خلوت باشه، یعنی همه جور باید شلوغ باشه به جز دور ذریح ها واقعا. و این مراسمی هم که امروز برگزار شد، نمیدونم حاج آقا اتفاقاتی که تو عراق افتاده رو مسئولان ما میدونن، مگه میشه ندونن؟ معجزه امام حسین رو میدونن ولی به نظر میرسه صلاح نمیدونن. مردم خیلی چیزها رو آگاه باشن ولی جامعه مذهبی آگاهه؟ واقعا نمیدونم. درد این دل ما که آروم میگیره، فقط دعای فرج میکنم. از شما هم ممنونم که بلندگو شدید و این مظلومیت رو دارید فریاد میزنید. ازتون ممنونم، انشاءالله در پناه امام حسین باشید. تشکر میکنم از سرکار خانم سعیدی که از تهران نظرشون رو به صورت وایس ارسال کردن. این وظیفه ما، بلکه وظیفه هر شیعه و محب اهل بیت است که ساکت ننشیند، بی تفاوت نباشد و از طریق روش‌های مختلف صدای مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام باشد، صدای مظلومیت شیعیان و پیروان آن حضرت در سراسر عالم باشد که قتل عام می شوند و رسانه ها و بنگاه های خبرسازی همگی در سکوت مطلق هستند. همین دیروز 11 نفر از شیعیان قوم هزاره در بلوچستان پاکستان به بدترین وجه و به وحشیانه ترین وضع سر بریده شدند. رسانه های دنیا کجان؟ کسانی که برای کوچکترین اقدامی که برای حالا مسئولین کشورها، برای شخصیت های مختلف در سراسر دنیا یا بازیگران، فوتبالیستا، کوچکترین اتفاقی برای خودشون یا حیوان خانگیشون میفته، تیتر اول تمام خبرگزاری های دنیا میشه. کجان این خبرگزاری ها و این بنگاه ها که ساکتند امروزه در برابر این نسل کشی شیعیان در بلوچستان پاکستان یا در کویته پاکستان یا در افغانستان، در کابل انفجارهای انتحاری رو هر روز میبینید اخبارش رو و ما ساکت نمی نشینیم. ما افشاگری میکنیم از ظلم و جنایت هایی که دنبال رو ظلم و جنایت های معاویه و ابابکر و عمر و عثمان و عایشه هست. ما روشنگری می کنیم که این ظلم و جنایت ها و این گروهک های تروریستی هیچ ارتباطی به اسلام واقعی ندارند. اسلام واقعی اسلام امیرالمؤمنین، اسلام پیامبر رحمت للعالمین است. اینها زائیده افکار و منهج و دین و اسلام ابابکر و معاویه و عمر و عثمان و عایشه هستند. تا نفس داریم این مطلب را برای جهانیان بازگو خواهیم کرد و روشنگری و افشاگری خواهیم کرد. تماس بعد از کابل افغانستان هست. سلام میکنم به آقای محمد. سلام علیکم آقا. وقتتون بخیر. شالا خدا قوت. متشکرم، سلامت باشید. بفرمایید، نظرتون رو میشنمیم. اولا اجازه میخوام از شما یه سلام کنم به محضر. خواهش میکنم به اختصار باشه، بفرمایید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. آجا با بذارید که وقت شریف شما رو میگیرم. خواهش میکنم بفرمایید. همه میدونن اینا، همه دهان هم میدونن که علی مظهر عدالت. بله. و پیروان علی هم باید با هم دیگر در تمام امور به نظر من باید با هم اتحاد و همدل باشن.
البته غیر مسلمانان هم به این مطلب اذعان و تصریح دارند، مانند اون نویسنده مسیحی جورج جورداق که کتابی نوشت به نام الامام علی صوت العدالت الانسانیه. بله بفرمایید. صدای تلویزیونتون رو آقای محمد تا آخر ببندید، صدای من رو فقط از تلفن بشنوید. بله خدمت شما عرض کردم که ما برای فعلا ما شما نویسه 14 قرن مظلومیت علی و الان پیروان علی، پس وقتی میبینیم اینجوری هست ما وظیفه‌مون در مقطع کنونی باید با هم همدو و هم نوا باشیم. احسنتم. در مراجع در مقاطع بالا که ما پیروان هستیم اونا عالیا بزرگا هستند و یکی از چیزایی نیست میگن اگر بین دو نفر شیعه علی شما اختلافی دیدید زبانن یعنی لسانن مادن یعنی مادی توسط مادی به هر نحوی میتونید بینشان وساطت کنید که اینا از هم دور نشان. حالا من نظرم اینه که در تمام امور خصوصا در سطح بالای مراجع ما اگر یه وحدت کامل یعنی واقعا به وجود بیاد من فکر کنم که شیعه ها قوی تر از هر وقت دیگر باشد. انشاءالله. وقت شما را نمیگیرم، التماس دعا دارم از شما. تشکر میکنم از تماستون. دعاگو و ناظر هستیم. صدای آقای محمد از کابل رو شنیدید که تماس گرفتن و نظرشون رو بیان کردن. کارگردان بفرمایید که من چقدر فرصت دارم. چقدر فرصت دارم؟ بله خب دقایق پایانی برنامه هستیم. بیننده های محترم این وظیفه انسانی و اسلامی هر محب اهل بیت است که روشنگری بکند راجع به مظلومیت های امیرالمؤمنین علی علیه السلام، افشاگری بکند راجع به ظلم هایی که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام روا شد و تا به امروز ادامه دارد، راجع به ظلم هایی که به شیعیان و محبین امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا به امروز در قرن 21 روا داشته می شود باید افشاگری کرد. وظیفه تک تک من و شماست. چند نفر رو دیدید که امروز استوری کرده باشن در اینستاگرامشون یا پست گذاشته باشن در شبکه‌های اجتماعی راجع به قتل عام و نسل کشی که روز گذشته در بلوچستان پاکستان صورت گرفت؟ تذکر بدید، بخواهید از رسانه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی هستند بی تفاوت بودن پیامدهای بسیار سنگینی دارد در این دنیا قبل از آخرت. تک تک شما بیننده های محترم، هر شخصی که صدای من رو میشنود الان پخش زنده هست، بعدها در یوتیوب کسانی که میبینید، در فیسبوک کسانی که میبینید فیلم ضبط شده و همین برنامه‌ای که در یوتیوب قرار داده میشه، وظیفه شرعی و انسانی شماست که روشنگری کنید در این زمینه و افشاگری کنید. سکوت و بی‌تفاوتی چوب دارد، پیامدهای سنگینی دارد در این دنیا قبل از آخرت. بی‌تفاوت نباشید نسبت به ظلمی که به شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام روا داشته میشه در سراسر عالم، به ویژه در پاکستان، در افغانستان، در کشورهای خاورمیانه. به اسم اسلام داعش نمیگه من یهودم، داعش نمیگه من مسیحم، داعش نمیگه من زرتشتم، داعش به اسم اسلام سر شیعیان علی ابن ابی طالب علی علیه السلام رو به جرم شیعه بودن از بدن جدا میکنه در قرن 21 و تمام خبرگزاری ها ساکت هستند، سکوت اختیار میکنند. این وظیفه تک تک من و شماست و اگر دیدید کسی سکوت اختیار کرده مخصوصا رسانه ها اعتراض کنید، انتقاد کنید، بی تفاوت نباشید، ازشون بخواهید که به این وظیفه انسانی خودشون عمل کنند راجع به مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که تا به امروز ادامه دارد و مظلومیت شیعیان و پیروان امیرالمؤمنین
حیدر کرار سلام الله و صلواته علیه. تشکر میکنم از همراهی شما بیننده های محترم، دعاگو و نایب و زیارتون هستیم. انشاءالله که به زودی شما رو در کربلا ببینیم و از نزدیک در حرم مقدس امام حسین علیه السلام در بین الحرمین باشید و زیارت کنید سید الشهدا علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو. باز هم تشکر میکنم از شما بیننده های محترم. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.